این منحصر به فرد تنشه ما داخلی موزه است و منحصر به فرد تنی اسکلت دنیاست. اسکلت خانمیه که موقع زایمان فوت کرده به خاطر کوچیکی لگن و چون بچه پا داشته به دنیا میمده بچه و مادر با هم فوت کرده. این که حالت گردجال بدنشه اسکلت سر بچه است که داخل لگنه، استخون های ریزی که پشت لگن افته، استخون دست و پای بچه است که پشت لگن افته. خود اسکلت برای 4000 سال پیشه 2000 سال قبل میلاد مسیح طریق تدفین مردم موقع و همین شکل بوده، چون آیین میترائیس داشتن، به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتن و نور یا خورشید و مقدس میدونستن، مرده ها رو به صورت دست جمع کردن به پهلو و سرشون رو به سمت نور یا خورشید میذاشتن که به خاطر همین اعتقاد به مرده ها غذا میذاشتن. استخونه های درشت و استخون گوش شکاری که بهش رفت کردن، ظرف غذا یا نوشیدنی بوده که نزدیک بوده همش رفت میکردن و جنس ظرفش سفال خاکستریه. دستبند و انگشتن این خانوم هم داشت دفت رید با خانوم هاشون زیورالاتش رو دفت میکردن که جنس اینا از مفرقه و اگه مرد بوده باش وسیله کارش رو دفت میکردن. کلن سال 74 بوده شده توی تپه سال داموغان با خاک درشت کندن کمپلت رو بردن اینجا اصلا دست نخورد. اگه سوالی داری تا شستشو کردن. همه ها مکان های عمومی بوده برای که میشه در صحبت کنید.
بعد میومد و رفتگانه رو تعظیم میکردم. باز هم میگم نسبت به هر شهر فرق هزارها که میذاشتن کاشیکاری میکردن، سالوژبوری داشتن که همه جنبی علاقه هست مشخص سالوژبوری یا آهج بوری هایی که داشتن که من محیط محیطی باشه که بشه آرامش بده بشیدن اینجا حالا قبیون بکشن، صحبت کنن، چیزی بخورن برای من یه هوای متعادل است. یک بار این همون دوره قاجار بازسازی شده همه ما یه خاصیتی که همه موجوده کل 600 ساله میشه ما حمام دوره تیموریان زیاد نداریم همه یا صفوی یا قاجار درستن یه خصوصیتش اینه و دومونش اینه که حمام دوگلو هست جز به حمام های دوگلو دو تیکه هست یه حمام بزرگ ما رو توضیح میدید و یه حمام خلوت به داخل هست. یه بار تو دوره قاجار این حمام بازسازی میشه که کاشیکاری میشه که سردر دوری وارد شده شیر و پرشی بشه همشون به یه شعر شعرهایی که راجع به حمام ما دوره قاجاره و هشتی دوگلو ما اینجا هم تو دوره قاجاره بقیه همه بازسازی شده سال 74 دوستان این همون تا سال 55 کار میکرد 550 سال حمام بوده و استفاده میشه سال 55 تو آخر سفر که فرح به سلمان داشت قرار بود اینجا موزه هنرهای معاصر بشه که دیگه یواش یواش دیگه اصلا کلا اون اتفاق نمیفته انقلاب میشه جنگ میشه یا حدود 20 سال کاز میکنه اینجا سال 74 یه ویرانه رو برمیدارم به این شکل تصویش میکنم خدا رو شد واسه همین خیلی از قسمتهای همون این دلیل که خیلی خراب شده بوده جا بجا شده و یه دلیل دیگه هم داشته که اون موقع حفاری تقلیصات دامان رو داشتیم تقلیصات جزء حفاری باستانی خیلی قدیمی و 7000 ساله هستش حفاری حساب داشتیم و مجبور بودن اون اشیایی که پیدا میکنن رو بیارن یه جایی تو موزه بذارن که اون قسمت حالا بشه این توضیح کلی راجع به نخچن هست. پس اینجا میمونم وارد میشدن کمد بوده، دور تا دور کمد بوده، لباساش رو میذاشتن یا حوضچه اون جلو بوده. پاهاش رو تو مرسی ها میکشیدن میرفتن داخل، لونی میگرفتن حوضچه و میرفتن داخل. و وقتی برمیگشتن رو خواستن نمامشون تموم شده استفامشون اون کلمه معروف و خوشی که داد میزنن اون خوش رو میگفتن کسی که لونی میداده اون میشه بشه لون رو بعد تحقیل میداده لون به خیص رو میگرفتن لون رو خوش بعد میبرن بعد کارا که این حسباش رو ها میکشیدن و میشستن اینجا استراحت میکردن. اگه سوالی راجع به این قسمت داریم بفرمایید نه که برید داخل ما فقط دوستان به این داخل همون قبل از اول کاملات توضیح بدیم از با این چه خیلی نسبت ما کنیم بعد بریم راجع به اشتر این سوالی بشیم سوالی راجع به این قسمت داریم اشتر بله بله اکثرا اشتر مفاده حساب داخل و طرف هست متاسفانه چرا؟ از داخل که نه یه موقع داخل سال 74 موزه نداشته که خوشبختانه آمون